سلام دوستان، اینجا نودونیه و من خوشحالم که در حضور شما هستم. آریانا سعید در 14 ژوئن 1985 به دنیا آمد که متولد کابل افغانستانه. اون در کنار خوانندگیش آهنگساز و ترانه سرایی هم میکنه که در خارج از افغانستان در لندن زندگی میکنه. ترانه‌های اون در میان افغان‌ها جا باز کرده و آریانا سعید یکی از آوازخوانان محبوب در افغانستان که علاقه‌مندان زیادی هم داره. آریانا سعید در کابل افغانستان متولد شد، اما به دلیل جنگ داخلی طولانی مدت در سنین پایین کشور تولد خودش رو ترک کرد. در ابتدا به همراه خانواده به پاکستان مهاجرت کرد و پس از کوچه کوتاهی به سوئیس، سرانجام در زادگاه فعلی خودش در لندن انگلیس اقامت گزید. آریانا از طریق صدای قدرتمند خودش و شعرهای تاثیرگذار همراه با فعالیت و حمایت مداوم و بیامان خودش نقشه یک الگو داشته و به میلیونها زن افغان در افغانستان و سایر نقاط جهان قدرت بخشیده. آریانا سعید همچنین در حال حاضر در نقش سفیر آگاهی از سرطان خدمت میکنه. اون به عنوان مربی در نمایش استعدادهای درخشان شناخته شده و در برنامه دوایس هم شرکت کرده. در سال 2018 همچنین به عنوان داور بین المللی در بهترین های CBS USA خدمت کرده. سایت نودونی هم به نوبه خودش آثار این هنرمند خوش صدا رو برای شما بیننده ها و شنونده های عزیز نوت نویسی کرده تا شما خیلی راحت بتونید از این نوت ها استفاده مفیدی رو داشته باشید. آریانا در سال 2008 اولین تک آهنگ خودش رو به نام ماشاءالله منتشر کرد. با این حال تنها پس از انتشار ترانه پسرک افغان در میون افغان ها خیلی خیلی محبوب شد. در کنسرتی در سال 2017 که در پاریس برگزار شد، لباس آریانا سعید جنجالی بزرگ رو به پا کرد. با وجود اینکه لباس آریانا در این کنسرت آستین‌های بلند و یقه بسته بود و هیچ جایی از بدن اون نمایش داده نمی‌شد، اما منتقداش میگن که چون به رنگ بدن بود و طراحی این لباس طوری صورت گرفته بود که برجستگی برخی از اعضای بدن اون مشخص بشه. این موضوع باعث جنجال بسیاری در میان افغان‌ها و رسانه‌ها شد. آریانا به این ادعا از طریق یک فیلم فیسبوکی پاسخ سریع داد. وی با انتشار یک ویدیو نیم ساعته ابتدا دلیل تصمیمش برای آتش زدن این لباس رو مفصل توضیح میده و سپس با ریختن نفت بر روی این لباس اون رو آتیش میزنه. در 14 جولای 2018 حسیب سعد در هنگام اجرای کنسرت در ملبورن استرالیا از آریانا سعید خواستگاری کرد. حسیب سعد منیجر آریانا سعید بود که برنامه ها و کنسرت آریانا رو برنامه ریزی می کرد. آریانا سعید از سالیان دراز با حسیب سعد آشنا شده بود و مدیریت کارهای خودش رو به اون سپرده بود. برخی از جوایز آریانا برمیگرده به سال 2015، بهترین آوازخوان زن افغانستان در مراسم جایزه بزرگ موسیقی بیگ اپل موزیک که در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. 2017 جایزه بهترین هنرمند زن از طرف جشنواره موسیقی هامبورگ در بیگ اپل میوزیک. و در آخر در سال 2017 هم جایزه آواز افغانستان از طرف تلویزیون ملی افغانستان رو هم گرفت. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد و به نظرتون جذاب بود، حتما با لایک و کامنتتون به ما انرژی و برای ادامه راه حتما ما رو سابسکرایب کنید.